زیگموند فروید سوی ناخودآگاه انسان و تمدن انسانی را به ما شناساند. با این گفته موافقید؟ آرای فروید را تا چه حد می شناسید؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. تا زمان فروید، ذهن و روان انسان با آگاهی توصیف می شد. در دکارت و هگل، ذهن نه تنها از تن جدا شد، بلکه تعالی یافت و ارتباطش با واقعیت جسمانی را از دست داد. تا آن زمان، در مورد آگاهی انسان بر روح و روان خود، تردید چندانی بیان نمی شد. فروید فیلسوف نبود، اما آرای او باعث شد این تردید در قلب علوم انسانی قرار بگیرد. از سوی دیگر، تا قبل از فروید رابطه بدن و ذهن، رابطه جسم و روان بیشتر مایه نگرانی دینداران بود تا اندیشمندان حوزه علوم انسانی. فروید این معادله را برهم زد و رد پای روان رنجور را در جسم انسان دید، در تنش‌هایی که ناشی از مناسبات جنسی هستند، بخصوص تجارب و محسوسات جنسی دوران کودکی. آیا فروید بیراه رفته است؟ او نظریه‌اش را در پرتو تجارب کودکی خود و مطالعه بیمارانش بس داد. آیا تعمیم این مشاهدات و تلاش برای تبدیل روانکاوی مبتنی بر این مشاهدات به یک نظریه جهانگستر امری پذیرفتنی است؟ از مهمان‌های برنامه این هفته می‌پرسیم سهم فروید در حوزه علوم انسانی چیست و فروید چه امکاناتی به روی شناخت انسان گشود؟ در پنل اول رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک و عبدی کلانتری پژوهشگر علوم اجتماعی در نیویورک و مخاطبان اونها در پنل دوم بهار حاتمی دانشجوی حقوق و گیتا اربابی دانش آموخته روانشناسی و هیپنوتراپی. خیلی خوش آمدید. آقای کاظم‌زاده، برداشت شما از آرای فروید چیه؟ یا به عبارتی اهمیت فروید رو در چی میدونید؟ اهمیت فروید من فکر میکنم بیش از اینی که به این یا اون تئوریش مربوط بشه، به تغییریه که در نگاه انسان ایجاد کرد. یعنی کادر نگاه ما رو نسبت به یه سری مسائل تغییر داد. این مسائل میشه تو سه گروه تقسیم بندی کرد. در درجه اول تغییر نگاه ما به بیمارهای روانی، در درجه دوم تغییر نگاه به دستاورد، یک سری دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی مثل پدیده دین مثلا یا پدیده هنر، و سومین مسئله نسبت به کارکرد به هنجار روان، یعنی توی شرایط در رابطه با یک انسان سالم. من برای اینکه بتونم این تغییر دید رو نشون بدم، از سه تا از تئوری‌های فروید که به نوعی با این تغییرها در ارتباطن، به طور خیلی کوتاه می‌خواستم براتون صحبت بکنم. اولیش مسئله تئوری ناخودآگاه. مسئله ناخودآگاه روی یک نکته خیلی مهمی که انگشت می‌ذاشت، در حقیقت بازگشت به امیال درونی مخفی، پنهان و عواطف افراد بود. اموری که تا اون موقع مشخصاً روانپزشکی اهمیت چندانی بهش نمی‌داد. وقتی میگید پنهان، حتی پنهان بر خود شخص. حتی پنهان بر خودش است و به همین خاطر اسمش رو گذاشته بود ناخودآگاه. یعنی یه سری امیالی که خودآگاه از پذیرفتنش و یا باور داشتن بهش به نوعی پرهیز میکنه. فروید از اونجایی که به مسائل بسیار شخصی و فردی اهمیت داد از ابتدا، در نتیجه مطالعه هر فرد به طور مجزا برای اینکه بشه راه حلی براش پیدا کرد، یک امر بسیار مهم میشد. و این فروید رو کشوند به بحث اینکه بیمار کیه و بیمار چی میگه. دقیقاً. یعنی اصلا پدیده‌ای که ما الان اسمش رو می‌ذاریم گفتار درمانی، یه پدیده‌ای که تا قبل از فروید به اون صورت اصلا مطرح نبود. یعنی اصلا نظرات و عواطف خود بیمار در مورد اتفاقاتی که براش می‌افتاد، در مورد بیماریش، هیچ اهمیتی نداشت، برای اینکه بیمار رو یه فرد کاملا ناآگاه نسبت به مشکلاتش تلقی می‌کرده. این فرد محوری و اینی که گفتار نقش پیدا بکنه، گذشته فرد نقش پیدا بکنه، یکی از دستاوردهای خیلی مهمه. حالا سوای اینی که خود بحث ناخودآگاه و حالا ما تا چه حد بشه
بخوایم اعتقاد بهش داشته باشیم یا نه. مسئله دوم، تئوری دوم، همون تئوری اودیپ که خیلی نظریه عقده اودیپ که خیلی شناخته شده است، که مثلث معروف پدر و مادر و فرزند پسر رو مطرح میکنه و تکیهش رو میذاره روی امیالی که در حقیقت امیال جنسی فرزند پسر نسبت به مادر و رقابتش با پدر و بعد سرکوب این امیال به ناخودآگاه. اون چیزی که ما در حقیقت تحت عنوان تابوی محرم آمیزی هم میشناسیم، یعنی منع همخوابگی با خیشان درجه یک، خواهر، برادر، پدر، مادر. نکته مهم، یعنی اینجا اگه باز بخوایم حالا از خود این تئوری بیایم بیرون و تو به اون تغییر اساسی که تو علوم انسانی و تو نگاه ایجاد کرد بخوایم بشیم، اینی که در حقیقت با این تئوری فروید، با طرح این و اهمیت دادن به این توی ساختار روان، انگشت گذاشت، یعنی مدل در حقیقت تنش رو برای توضیح بیماری روحی جایگزین مدل نقصان یا کمبود کرد. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اون بیشتر تئوری‌های پزشکی و روان پزشکی مثل مدل‌های پزشکی مشکلات روانی رو بر اساس یک سری نقصان‌ها، حالا یا اینها ارثی‌ان یا مثلا به سیستم عصبی مربوط میشن و یا کمبودها در درون فرد مربوط می‌کردن، بیشتر به فیزیولوژیش ارتباط میافت. فروید اینو مربوط کرد به تنشی که در درون فرد به وجود میاد بر اساس تنشی که در روابط فرد در درون خانواده هست. دقیقاً، یعنی تنشی رو که در بیرون تجربه میکنه توی یک به نوعی اینها توی پروسه درونی میشه و این تنش به نوعی میتونه به وجود آورنده یک سری مشکلات در آینده باشه. اینجا مهمترین باز تغییر تو نگاه ما به چی برمیگرده؟ به وارد کردن مسئله رابطه برای توضیح بیماری روحی. یعنی بیماری روحی برنمیگرده فقط به مسائل فیزیولوژیک، به مسائل بدنی، بلکه روابطی که فرد با محیط اطرافش داره میتونه نقش بازی کنه. اون بخشی از آرای فروید که گفتید منجر شد به توضیح دیگری درباره مقولات مهم اجتماعی مثل دین، مثل فرهنگ، مثل اصولا اصلا تمدن انسانی، اون خیلی خلاصه چی هست؟ چون راجع به هر کدوم از اون مباحثی که تا حالا طرح کردید مطمئنم سوالایی هست. خیلی خلاصه اون رو بگید که بعد بتونیم به آیه کلانتری برسیم. خیلی خلاصه طرح توری رو بذاریم اگه برای بعد، ولی تغییری که ایجاد کرد این بود که فروید تفاوت از یک طرف بین بیماری و سلامت و یه تفاوتی که خیلی اساسی بود، اصلا از اینا از دو جنس متفاوت تلقی می‌کردن، این تفاوت رو از بین برد، نشون داد که آدم‌های سالم هر کدوم به میزان کمی از اون بیماری‌ها رو دارن، آدم‌های بیمار به میزانی از سلامت برخوردارن. این تفاوت رو بین اون چیزهایی رو که جامعه ارزش‌های والا تلقی می‌کنه، مثل دین مثلا، ارزش‌های اخلاقی تلقی می‌کنه، با امیال درونی و پلشت و به قول معروف نامتعارف، اینها رو به نوعی به هم پیوند داد. یعنی نزدیک کردن امیال جنسی با پدیده‌ای مثلا فرض کنین اعتقادات مذهبی یا دینی، خب این یه امر کاملا غیر متعارفی بود. به چه شکلی دو تا رو به هم وصل کرد؟ این در حقیقت می‌خواست نشون بده که مثلا فرض کنین به چه شکلی وقتی در مورد تو کتاب موسی و مذاهب یکتاپرستی وقتی توضیح میده و اینا، به چه شکلی اون رابطه‌ای رو که فرزند با پدرش تجربه میکنه، حالا تو همون کادر عقده اودیپ و اینا، به چه شکلی این بعدها میتونه تو مذاهب ابراهیمی فرد با خدای خودش مثلا به نوعی اونو باز تولید میکنه. خب این رو فکر میکنم باز در طول برنامه نیاز خواهد بود که بهش بپردازیم و توضیح بیشتری بگیریم. اجازه بدید ببینیم که آقای کلانتری در مورد فروید چی فکر میکنن. خب من بیشتر از زاویه علوم اجتماعی نگاه میکنم و چون مثل آقای کاظم‌زاده متخصص روانکاوی نیستم، طبعا باید با یه زبان کمتر تخصصی صحبت کنم. بله. من فروید رو خیلی دوست دارم، ولی اعتراف میکنم به عنوان یه روشنفکر با شکاکی رفتم طرف فروید، چون توی ایران به هر حال فروید خیلی با بد اقبالی میدونین مواجه شده. من نمیدونم روشنفکرهای ایرانی پدرکشتگی زیادی با فروید داشتن. دلیلش احتمالاً این بود که توی هر جامعه سنتی تئوری‌های فروید واقعا سنت شکنه، یعنی با مقاومت فرهنگی روبرو میشه، به خصوص با تاکید زیادی که روی سکشوالیتی داره
و بعد تمام این پدیده عشق رو یه جوری برمیگردونه به رابطه جنسی، اونم سرآغازش رو میذاره توی رابطه‌ای که برای ما خیلی مقدسه، تو رابطه بین فرزند و مادر و پدر و اون داستان دراماتیک تنش سکسی که بین این افراد اتفاق میفته. خب این خیلی هنجارشکنه و طبعا توی فرهنگ دینی با مقاومت روبرو میشه، ولی خوندن فروید برای من خیلی جاذبه داشت و آشنا هم بود، چون من اون چیزی که از روانکاوی میدونستم از طریق ادبیات، رمانایی که خونده بودم و فیلمای سینمایی، شناخت از آدم‌ها رو من میدیدم که فروید خیلی داره دقیق توضیح میده و برمیگردونه ریشه هاشو به سکشوالیتی و همین که این تفاوتی که توی فرهنگ ما هست بین عشق، عشق واقعی و اصیل از یک طرف و سکس که پدیده‌ای هست خیلی خفیف و پست شمرده میشه، اینو داره به هم میزنه و میگه که عشق و سکس دو چیز متفاوت نیستن، یکی‌ان، در اساس یکی‌ان. اینا به کنار، در اساس یکی هستند رو میشه توضیح بدید؟ چون فروید معتقده که از طریق یک مکانیسم سرکوب هست که پدیده‌ها به چیزهای متفاوت و گاه متعالی تبدیل میشن دیگه. یعنی تا اونجایی که من میدونم معتقده که عشق شکل تسعید شده یا والایش یافته جنس، جنسیت و سکشوالیتی هست، اینطور نیست؟ همینطوره. و اون اینو، این پدیده رو توی ادبیات، توی تحلیل شخصیت‌های ادبی، هنرمندها نشون میده. منتها و اگه من انتقادی داشته باشم به فروید، همین هست که تاکید زیادی روی چیزی هست که تعیینی که از جایی میاد که دقیقا مشخص نیست این منشأش اجتماعی و فرهنگی هست یا بیولوژیک. انتقاد من انتقاد به تئوری یا اون مدلی هست که آقای کاظم‌زاده توضیح دادن راجع به اینکه چجوری شخصیت شکل میگیره و بخش‌های متفاوت شخصیت عامل تعیین کننده. فروید به نظر میاد یه جایی میذاره که نه کاملا فرهنگی و اجتماعی، از بیرون میاد، اکتسابیه و نه 100% بیولوژیکه، و برای این تئوری رانه ها رو ارائه میکنه، رانش ها که ترجمه واژه انگلیسی درایف است. قبلا تصور میشد منظور فروید غریزه است، مثل غریزه تشنگی مثلا. اگه اینطور می بود، خب مثل همه غرایز یه راه معینی برای تشفیش و ارضایش وجود داشت، ولی بعد فروید میاد میگه که بین غریزه و اون چیزی که اکتسابی هست یک سری عوامل شبیه غریزه وجود داره که یک پاشون در واقع توی بیولوژی هست، توی ساختمان ژنتیک انسان، ولی متغیره و انعطاف پذیره و توی تظاهرش و تبلورش توی کشش جنسی ماست که عوض میشه بر حسب شرایط فرهنگی و اینکه ما چه چیزی رو نسبت بهش کشش جنسی پیدا میکنیم و موضوع کشش ما چی هست. این عامل از بیرون میاد. فروید کشش جنسی یا لیبیدو رو مقایسه میکنه با گرسنگی، مقایسه خیلی خوبی هم هست، ولی انتقاد منم همینطور. اگه ما مقایسه کنیم با گرسنگی، خود غریزه گرسنگی یه امر جهانی و جهان شمول، همونطور که شما گفتید، ولی هر فرهنگی فرهنگ غذایی خودشو داره. بعضی فرهنگا تاکید میذارن روی غذای دریایی، بعضیا روی گیاهان، سیب زمینی مثلا، بسته به محیط جغرافیایی، و حول این یه فرهنگ شکل میگیره. ما چیزی به اسم رانه غذایی نداریم. و تو ما از لحاظ فرهنگی و جامعه شناختی میتونیم توضیح بدیم به چرا این عادت غذایی به وجود میاد. کشش های جنسی هم همینطورن، عادات جنسی. این چیزی که ما به نظرمون اروتیک و سکسی میاد در هر فرهنگی فرق میکنه و در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که یه چیز نامشخص و مبهمی به اسم رانه هست که این تعیین میکنه که ما چه چیزی رو قابل کشش جنسی بدونیم. به دیگه شما نقش فرهنگ و جامعه رو عمدتر میدونید در شکل دهی به اون چه که اراتیک خونده میشه یا غریزی خونده میشه، با این تاکید که البته من فکر میکنم یه چیزی در فروید هست که به درستی تاکید میکنه و اون اینه که یک عامل پنهان، یک عاملی که از حوزه آگاهی ما به دور هست، به هر حال موثره
من این باور فروید رو واقعا دوست دارم، وقتی که میگه اون چیزی که ما به بیان در میاریم اهمیتش به مراتب کمتر از اون چیزی که ما ناگفته میذاریم و به حوزه آگاهی ما نمیاد. بله، همیشه به نظر میاد که عامل دخیل هست. حالا اگر بعد برگردیم اون صحبت شما راجع به تئوری ذهنیت یا سابجکتیویتی که شما در دکارت گفتید، من میتونم شاید توضیح بیشتری بدم که رابطه فروید به عنوان یک متفکر مدرن با اون الگوی دکارتی چی هست. حتما در ادامه برنامه این کارو خواهیم کرد. اجازه بدید ببینیم سوال ها چه هست. خانم حاتمی کاظم زاده سوال داشتم. توی قسمت های اول توضیحاتی که فرمودین به مثلثی که فروید اشاره کردیم، مثلث پدر مادر و فرزند، میخواستم سوال بکنم که خب توی جواب خانواده های امروزی الزاماً این مثلث وجود نداره، ممکنه که فرزندا بدون پدر بزرگ بشن، بدون مادر بزرگ بشن، یا حتی کودکان پرورشگاهی. پس چجوری این نظریه فروید این مثلث میتونه صدق بکنه رو تمام آدم هایی که امروز تو جامعه امروزی هستن یا حتی در گذشته هم؟ در حقیقت مثلثی که فروید میگه، یعنی همونجوری که گفتیم پدر مادر و فرزند، وجود پدر مخصوصا به لحاظ روانیه که اهمیت داره، یا وجود مادر. یعنی فرزندی که یه امری که الان بدیهیه، اونم اینه که فرزند انسان برای اینکه رشد به هنجاری داشته باشه از نظر روانی احتیاج به ارتباط داره از لحظه تولدش. یعنی یه سری آزمایشاتی بوده که ربط مستقیمی هم به روانکاوی نداره. اگر این ارتباط با یک نفر به خصوص، اونم نه با هی عوض بشه، اون فرد با یه نفر ثابت وجود نداشته باشه، یک سری اختلالات روحی شدید به وجود میاد. مهم اینه که توی ذهن، اگر پدر حضور نداره، تو ذهن مادری که داره فرزندش رو پرورش میده اون پدر حضور داشته باشه به لحاظ روحی. شما تو این حالت خانواده هایی رو داریم که هم پدر هست هم مادر هست، ولی یک کدومشون به لحاظ فیزیکی وجود دارن، ولی یک کدومشون یا جفتشون به لحاظ روانی برای فرزند وجود ندارن و این یه نتایجی داره برای فرزند. برعکس خانواده هایی داریم که مثلا مادر داره فرزندشو به تنهایی بزرگ میکنه، ولی حضور جنس دیگه، ارجاع دادن به یه جنس مذکر دیگه به لحاظ روانی تو رابطه بین مادر و فرزندش وجود داره. در نتیجه لزومی نداره که حتما به لحاظ فیزیکی هر سه تا مهیا باشه. این سوال خانم حاتمی در واقع ربط اصلی داره به بحث عقده ادیپ که فروید از نمایشنامه ادیپ شاه گرفت. به ما بگید که مکانیسم این مثلث چیه، برای اینکه درسته که این یک رابطه رو توصیف میکنه، این رابطه رو اما به شکل خاصی توصیف میکنه، یعنی تمایل به مادر، نمیدونم میل پدرکشی، اینو میتونید توضیح بدید و منظورش از عقده چه هست؟ عقده ادیپ، هم کلمه عقدهش هم کلمه ادیپش سوء تفاهم زیاد ایجاد کرده. عقدهش از این نظر سوء تفاهم ایجاد کرده که این احساس رو میده به فرد که انگار فرد دچار یه مشکلی میشه، در حالی که از نظر فروید عقده ادیپ یه مرحله ایه که اگر فرد نگذرونتش، اگر باش روبرو نشه، یک سری دچار یک سری ناهنجاری های روحی خواهد شد. یعنی عقده یک مرحله رشده. دقیقاً عقده ادیپ یک مرحله رشده هر کسی توی مرحله از زندگیش. مسئله ادیپ هم یه سری توهمات ایجاد کرد یا اشتباهات، اونم اینه که انگار به خاطر وجود در حقیقت این نمایشنامه سوفوکل، که نمایشنامه سوفوکل در حقیقت انگار دلیلی بر اثبات عقده ادیپ، در حالی که خب فروید به عنوان مثال ازش استفاده می‌کنه، به عنوان یه سمبل، از اونجایی که خودش هم به اساطیر و تاریخ و اینا بسیار علاقه داشت، از این به عنوان یه سمبل استفاده کرد برای اینکه نشون بده اون تمایل و میلی رو که تو فرزند پسر به لحاظ جنسی در بچگی وجود داره. اما اینجا وقتی ما میگیم مسائل جنسی، حالا باز همه حرفی که آقای کلانتری هم زدن که من باشون موافقم، اینه که مسائل جنسی رو فرهنگ ها به شیوه‌های گوناگون تعریف میکنن، ولی خب این تعریف کردن به معنی این نیستش که آدم ها هم حتما کاملا متفاوت زندگیش میکنن. تو فرهنگ ما وقتی میگیم مسئله جنسی، مستقیما به رابطه جنسی مشخصا بین زن و مرد فکر میکنیم،
به رابطه تناسلی از نظر روانکاوی. ولی فروید یه کاری که کرد این بود که احساس جنسی رو تو زندگی بشر به کودکی هم چیکارش کرد، اینو تعمیمش داد. یعنی نه گفتش که اینجوری نیستش که یهو تو سن بلوغ یه اتفاقی بیفته یهو این احساس جنسی به وجود بیاد. این یه مراحلی داره، این مراحل در خودش طی میکنه، ولی مراحل تناسلی نیست. یعنی وقتی میگیم احساس جنسی منظورش حتما میل به هم خوابگی نیست. بذارید ببینیم خانم اربابی چه سوالی دارن. سوال من در اصل از آقای کلانتریه و میتونه از دو طرف هم باشه. در ضمن با توجه به اینی که شما میگین که فرهنگ روی این تئوریای فروید خیلی تاثیر میذاره، این باعث شده که یعنی کمتر این فروید در فرهنگ ما جا بگیره. حالا بحث در اینجاست که همینجوری که توی خیلی از مقاله ها اومده میبینیم که حتی کشورهای غربی هم و حتی روانشناسای غربی هم خیلی این مسئله غریزی و جنسی فروید رو زیر انتقاد گرفتن و به عنوان مثال وستن یه سایکولوژیست در سال 1998 که میگه که اگه بگیم که این ناخودآگاه یه غریزه ناخودآگاه یک نقشی در رفتار داره اشکال نداره، ولی اگه بگیم که تمام افکار و کارهایی که ما انجام میدیم برمیگرده به این غریزه جنسی و پرخوشگری، این درست نیست. شما نظرتون راجع به این چیه؟ شما معتقد هستید که فقط در کشورهای مثل ایران نیست که نظر فروید با ارجاع به نقش مهم فرهنگ در شکل‌گیری شخصیت رد میشه، در کشورهای غربی هم چنین چیزی هست؟ بله. این ابهام تو کار فروید به نظر من دیده میشه، از خود فروید داشته میشه. فروید موقعی که کارش رو شروع میکنه داره یک، به نظر خودش داره یک علم جدیدی رو تأسیس میکنه و چون پیشزمینه خودش از عصب شناسی میاد و به عنوان پزشک کارش رو شروع میکنه، اساسا تصورش از روانکاوی یک علمه با مفاهیم روشن. در ظاهر کار زبان فروید یه زبان خیلی پوزیتیویستی هست، داره میگه که من دارم یه ارگانیسم رو نگاه میکنم که این واکنش های محیطی رو داره نشون میده، انگار که پشت میکروسکوپ نشسته و داره کاملا به طور علمی پدیده رو توضیح میده، ولی اینطور نیست. چرا خود فروید خیلی زیاد سعی میکنه روانکاوی رو به شکلی یه علم جا بندازه؟ دلیلش چه هست؟ خب فروید در عصر زندگی میکرد اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در وین که اصولا علوم اجتماعی با یه دید خیلی پوزیتیویستی نگاه میکردن به رابطه انسان در جامعه و تحت تاثیر آراء داروین بودن و تحت تاثیر به هر حال علوم دقیقه که رشد کرده بودن و میخواستن اون مدل رو پیاده کنن توی علوم اجتماعی. جامعه شناسی هم همینطور بود. جامعه شناسی هنوز به عنوان علم تثبیت نشده بود. همزمان و معاصر با فروید کسایی مثل امیل دورکیم یا ماکس وبر سعی می‌کردن از جامعه شناسی یک علم بسازن، به همون تعبیری که علوم دیگه هستن. ولی جامعه شناسی، نه جامعه شناسی و نه روانکاوی به اون تعبیر علم نیستن و تأثیر پوزیتیویسم که در فرهنگ کم شد و در فلسفه کم شد این روشن‌تر دیده شد. من احساس میکنم که یه مشکلی هم الان ما اینجا سر مفهوم علم داریم. یعنی آقای کلانتری گفتن که دید فروید یه مقدار پوزیتیویستی بوده، ولی بعد میگن که مدلی که ارائه داد بیشتر ادبیات و فلسفه است. من فکر میکنم یه مقدار تعریف آقای کلانتری همچنان از علم پوزیتیویستیه، به این معنا که اولا به نظر من خیلی دورتره از حالا این جالب هستش که به هر حال هم فلاسفه و هم ادبا سریعتر روانکاوی رو جذب کردن، ولی تئوری‌های فروید در واقع مثل خیلی تئوری‌های دیگه تو جامعه شناسی تو روانشناسی نظریه. شما الان در حال حاضر در زمینه روانشناسی فقط یه چیز هولوش 350 نوع گرایش برای درمان دارین که هر کدوم از اینها بر روی یک نظریه که نظریه باقی موندن استواره و ما در حقیقت میشه گفت ما از اون پارادایمی که علوم اجتماعی رو به سبک پوزیتیویسم میخواست حتما بر اساس یه سری مشاهدات
انکار ناپذیر استوار بکنه بسیار دوریم. بله. سوالم ممکنه سوال کلی باشه ولی بعدش کوچیک‌ترش میکنم. یکی از عقاید فروید که تاکید خیلی زیادی در نقش دوران کودکی در شخصیت نهایی فرد داره، چه استفاده ای توی جرم شناسی، حقوق جزا و این استفاده ها میشه کرد؟ چون طبق نظریه‌ای که فروید داشته، از کردم خدمتون، رشد روانی کودک خیلی اهمیت زیادی داره. توی اون موقع خب نه مسئله جبر و اختیار مطرح هستش، کودک غریزه و هیچ اختیاری از خودش نداره. بعدها که مثلا ممکنه که تبدیل به جنایتکار یا مثلا یک مجرم و جانی بشن، چجوری میشه که اصل مجازات رو اعمال کرد؟ آیا اصلا این قضیه صدق میکنه روی این؟ به عنوان دانشجوی حقوق میدم این سوال بپرسید. اگر کودکی ماست که ما رو شکل میده، به خصوص در مرحله بین 1 تا 5 سالگی، آیا معنی این هست که واقعا بعدها تغییر زیادی نمیشه داد در این شخصیت شکل گرفته؟ چرا، به این معنی نیستش که شما در حقیقت محکومین و مجبورین به اینی که دقیقاً تمامی میشه گفت رفتارها و جزئیات زندگیتون بر اساس اون الگوها تشکیل بشه. اگر واقعا فروید همچین نظری داشت، اصلا درمان معنی نداشت. یعنی پس برای چی ما این همه وقت صرف بکنیم اگه یه اتفاقی که افتاده و نمیشه به عقب بازگشت؟ مسئله فقط اینه که در سن پایین یک سری امکانات اولیه یا یک سری زیرساخت‌ها شکل میگیره که این نقش مهمی رو در آینده میتونه تو زندگی یه نفر چیکار بکنه، بازی کنه. به این معنی نیستش که مطلق، ما البته به صورت بیماری میتونه مطلق هم بشه و کاملا امکانات رو از اختیار فرد خارج بکنه، ولی به این معنی نیستش که دیگه فرد هیچ تغییری نداره. به این معنی هم نیستش که فرد میتونه هر تغییر دلش میخواد تو هر شرایطی این ساختا به نظرم برمیگرده به صحبت ایشون که بعضی از رشته‌ها میتونن پوزتیو تر باشن یا نه. حقوق و علم قضا به نظر من باید کمتر انعطاف پذیر باشه. قاضی باید حکم بده و در یه حدی میتونه انعطاف پذیر باشه. در نهایت شما اگه وکیل مدافع باشید، نمیتونید بیاید بگید که اون کسی که داره مجرم هست خودش قربانی بوده و شرح حال کودکیشو بیاد شرح بده. اونجا دادستان اعتراض میکنه، میگه ربطی نداره به سلامت روانی شخص، تاثیر داره چیه. حالا این از بحثمون خارج است، ولی تاثیر خیلی زیادی داره چیه تعیین بحث سلامت. ببر دیگه، آیا حقوق نمیتونه از این نظریه فروید که کی بیماره و کی بیمار نیست استفاده بکنه یا نه؟ نه، مگه اینکه شما ثابت کنید که فرض مسئولیت اخلاقی بر این اساس هست که انسان آزاده، درسته؟ همون چیزی که آقای کاظم زاده گفتن، و شما مسئولید. تنها در شرایطی که شما عقلتون رو در یک لحظه از دست داده باشید، آزادی ارادی که آقای کلانتری میگن، تا چقدر با اون به قول خودتون زیر ساختایی که فروید معتقده شکل میگیره همخوانی داره؟ فروید معتقده تا 1 سالگی کودک در بند اون چیزی هست که میگه لیبیدو و ایدش یا خود یا نهادش شکل میگیره. از 1 سالگی تا حدود 3 سالگی اگر اشتباه نکنم ایگوش یا منش شکل میگیره، این بخش دوم. و عنصر سوم در این ساختار سوپر ایگو یا من برتر که تا حدود 5 سالگی شکل میگیره. این سوپر ایگو یا من برتر در واقع مثل نظام اخلاقیه که به فرد میگه که نکن این کارو. این مکانیسم چیه و تا چه حد تو این مکانیسم آزادی هست؟ همینطوری که گفتین، یعنی مسئله شکلگیری من که هم به نوعی در حقیقت مسئله شکلگیری اساساً دستگاه روانی در انسان، اتفاقیه که بعد از به دنیا اومدن صورت میگیره. یعنی یکی از پیش‌فرض‌های فروید در حقیقت اینه که انسان وقتی به دنیا میاد روانش شکل نگرفته است و توی ارتباط با محیط بیرونه و رابطه‌ای که با دیگران برقرار میکنه، به مرور منش شروع میکنه شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینی که به خودش به عنوان موجودی مجزا و متفاوت در ابتدا مادرش و سپس دنیای اطرافش آگاه میشه. پس از یه پریودی، خب تو این پریود نسبت به یه سری رانش های درونیش، یه سری امیالش، یه سری خواسته هاش هم
آگاه میشه. بعد از یه مدتی با یه سری قوانین و قواعد همونطوری که گفتین روبرو میشه، چی خوبه چی بده. اگر مثلا فرض کن غذا میخوای بخوری، دیگه نه گریه باید بکنی، نه باید جیغ بزنی، بلکه باید منو صدا کنی به عنوان مادر که من بیام بهت غذا بدم. اینا همه یه سری مناسباته که کم کم میشه گفتش که اون سازه های اساسی شخصیت فرد و نوع واکنش و ارتباطش با محیط بیرونش شروع میکنه به چی؟ به سازمان دادن. ولی تو همه اینا، درست مثل تو مغز انسان که الان علم جدید قشنگ اینو نشون داده، یک نوع انعطاف پذیری به این معنی نیست که یک سری چیزهای فوق العاده تغییر ناپذیر، اتفاقا خصوصیت مهم انسان انعطاف پذیریش. یعنی اگر به تکامل به اون شکل کلاسیکش داروینیش اعتقاد داشته باشیم، یکی از خصوصیات مهم انسان نسبت به همه حیوانات دیگه این قدرتشه برای انطباق خودش با چی؟ با واقعیت. و این چیزی که ایگو یا من انجام میده، همون عنصر به قول فروید واقع بین که ما رو با واقعیت سازگار میده و میگه که در این شرایط این چیزی که به تو میرسه به این راضی باش، در شرایط دیگه ممکنه متفاوت. درسته؟ در حقیقت من جایگاه میشه گفت درگیری و تنش، بر اساس اون تئوری تنشی که گفتم، بین سوپر اگو، بین من برتر و نهاد، یعنی اون غرایز و خواسته ها و رانش های و آزادی مختلف. اراده رو بیشتر به این ایگو میشه نسبت داد، برای اینکه اینه که شرایط رو میسنجه و واقعیت تماس برقرار میکنه. از یه زاویه ای شاید بشه آزادی رو اینجا تو تئوری فروید اینطوری تعبیر کرد که به میزانی که فرد، من فرد، این آگاهی رو به دست میاره نسبت به خودش، نسبت به امیال درونیش و اونها رو میشناسه، توانایی اینو پیدا میکنه که اختیار خودش رو در رابطه با اعمالش و زندگیش افزایش بده. این متفاوته مقدار از نوشته‌های فروید. توی فروید من یه جور تئوری آزادی میبینم که در واقع تئوری عدم آزادیه. فروید اگه به زبان ساده بخوایم بگیم، اصولا برداشتش از دنیای روان انسان در برگیرنده دو حوزه است. یک حوزه ای که از درون میاد و از یه جور زیرساخت نیمه بیولوژیک و ناخودآگاه میاد که داره هی فشار میاره که خودش رو ارضا بکنه بر اساس اصل لذت، و بعد در مقابل این اون حوزه اجتماعی هست که ارزش‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی دارن میان و سعی میکنن اونها خودشون رو تحمیل کنن، و بین این دو حوزه همیشه نزاع هست در داخل یک جور اقتصاد روان. منظور از اقتصاد هم این هست که میزان ذخایر و امکانات محدوده، عین اقتصاد. و شما امکانات نامحدود هر کدوم از این دو حوزه ندارن. اگه یکی امکانات بیشتری استفاده کنه و فشار بیاره، طرف مقابل باید عقب بنشینه، و بنابراین و اون بخش ناخودآگاه هم به سادگی تسلیم نمیشه. اگر یه جای تسلیم بشه، عنصر سرکوب شده خودش رو نگه میداره و رابطهش با بخش آگاه کم میشه، قطع میشه، ولی اونجا حبس شده نگه داشته میشه تا یه زمانی تا دوباره برگرده. در نتیجه همیشه هست و این عنصر ناخودآگاه به شکل رفتار نوروتیک خودش رو بروز میده، و اون آزادی که ما تصور میکنیم انسان با درونی کردن و باطنی کردن هنجارها کسب کرده، هیچ وقت متحقق نمیشه. حتی انسان اجتماعی هم از نظر فروید یه انسان نوروتیک هست به درجات متفاوت و کنترلی روی کاملا عنصر خودآگاه خودش نداره. این فرق میکنه با اون مدل دکارتی که شما گفتید. و اگر برگردیم به تئوری آزادی، دید فرویدی نسبت به آزادی این خواهد بود که آزادی اون زمانی متحقق میشه که حوزه ناخودآگاه، حوزه رانش های جنسی بتونن بیان بیرون، نفس بکشن، راحت باشن، و حوزه اجتماعی عقب بنشینه. اون لحظه خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، آنارشی هم حتی ممکنه به وجود بیاد، ولی آزادی یعنی همون. ولی این چیزی که آقای کاظم‌زاده گفتن به شما میرسیم، خیلی فروید و مارکس رو به هم نزدیک میکنه. آقای کاظم‌زاده گفتن فروید معتقده که آزادی در اینه که آگاهی بیابیم بر اون چیزهایی که از ما پنهان بوده. مارکس هم همینو میگه، میگه آگاهی انسان
باعث میشه که حوزه آزادیش وسعت پیدا بکنه. منتها هر دو اینها آگاهی رو در حوزه‌های مختلفی به کار میبرن. اون آگاهی اجتماعی رو به کار میبره، به طور خاص آگاهی طبقاتی، آگاهی فرد بر خودش رو به کار میبره. این ترتیب شباهت‌هایی هست؟ نه، کاملا متفاوتن به نظر من. آزادی در مارکس، در فیلسوفای عصر روشنگری، در کانت، از درون حوزه خودآگاه میاد بیرون، از درون همون روابط اجتماعی میاد بیرون. آزادی فرویدی آزادی هست که اون سایق‌های جنسی و لذت باید امکان پیدا کنن در بیان بیرون و خودشون رو متحقق کنن، ولی این سایق‌ها همیشه غیر اخلاقی و غیر عقلانی باقی خواهند ماند. بله. برای اینکه توی حوزه ناخودآگاه، درست مثل حوزه‌ای که توی خواب ما می‌بینیم و توی حوزه‌ای که شوخی‌ها می‌بینیم، منطق وجود نداره. بله. توی حوزه آنارشیک هست. مثل تصور کنید وقتی که خاموشی پیش میاد، برق میره، ملت میان توی خیابونا شلوغ می‌کنن، توی کارناوال‌ها ملت شروع می‌کنن هر کار دلشون خواست بکنن. شما باید حوزه‌ای رو در نظر بگیرید که اخلاقیات توش نیست، توش هنجار اجتماعی نیست. آزادی فرویدی اون هست. اجازه بدید پس به خانم اربابی بریم. خیلی دیر شده. بله، من یه جوری با آقای کلانتری موافقم از این نظر، و من فکر میکنم که فروید هم دقیقا حرفش این بوده که شخصیت انسانو با توجه به اید یا همون نهاد یا محرکای جنسی که داره تعریف کرده و به حالتی که این محرکای جنسی باعث شدن که با وجود سوپر ایگو یا من برتر که در پوش میذاره روی این محرک‌های جنسی، انسان به تنگ بیاد و ایگوش که این اصل واقعیته، یک اصل واقعیت که به معنی خود هستش، ایگو یا من هستش، این وسط باقی میمونه و به یه حالت مکانیزم دفاعی از خودش در میاره. حالا فکر نمی‌کنین که شاید اینطوری نیست، شاید آیدی یا اید همون نهاد و من برتر اینقدر با هم دیگه در جنگ نیستن واقعا، و شاید میتونن که به جای اینکه مثلا محرکای مخالف باشن، برعکس به هم دیگه کمک کنن و هم دیگه رو تکمیل میکنن، و اینی که میفهمیم منظورم چیه. یعنی این میزان تنش رو فکر میکنید شاید به طور نرمال آدم ها ندارن، و این میزان تنش به خصوص ناشی از تجارب دوران کودکی. خود فروید یه جایی به یکی از دوستاش میگه، به ویلهلم فلایس در 1897 این رو میگه، آقای کاظم زاده، میگه که من هنوز نتونستم بر اساس نظریه ترامای جنسی دوران کودکی، یعنی تجارب دردناک دوران کودکی، یک بیمار رو به حوزه سلامت بیارم و اون رو معالجه کنم. خودش میگه من تردید دارم. فروید آدم پرنویسه، دیر شروع کرد به نوشتن، یعنی بالای 40 سال، ولی هم نامه خیلی داره، همینی که بهش اشاره کردین، و هم کتاب زیاد نوشته، و فوق العاده تو مسیری که رفته تغییر کرده. خب ما در ابتدا از ناخودآگاه صحبت کردیم، بعد از من برتر و نهاد صحبت کردیم. ما دو پریود مختلف، ناخودآگاه ما رو 1900 وقتی که در مورد تئوری رویاش صحبت میکنه، خدا من برتر اینا هولوش 1920. دو الگوی متفاوت دو از روان انسانه، متفاوته، که حتی خودش اینا رو متضاد در نظر نمیگیره، معتقد دو مدل مختلفه که پدیده های مختلف رو میخواد توضیح بده. همین نشون میده که از اون اندیشه پوزیتیویستی که فقط باید یه واقعیت وجود داشته باشه فوق العاده فاصله گرفته. تئوری تروماتیزم هم که گفتین به خاطر مسائل جنسی در کودکی رو فروید رها میکنه. یه نکته هم میخواستم بگم، چون این فکر میکنم این بدفهمی نشه، اونم اینه که فروید به هر حال جز آخرین متفکرهای راسیونالیست و عقلگراست که با حتی با طرح نظریه ناخودآگاهش بهایی که میداده به عقل بسیار زیاد بوده، و داروینی هم حتی فکر میکرده. برای همین هم هست که مرحله بندی میکنه، یعنی زندگی انسان رو درست مثل زندگی نوع میدونه که از یه مراحلی باید رد بشه تا برسه به یه جایی، و این توی نوشتهاش خیلی روشنه، مخصوصا موقعی که 1920 در مورد مسئله تئوری دومش در مورد دستگاه روانی صحبت میکنه، منو برتر و اینا، معتقد که این کنترل خودآگاهی بر اساس شناخت بر امیال ناخودآگاهه
که راه خروج برای انسان. حرفی که آقای کلانتری زدن، تعبیری که از آزادی دادن، یعنی موقعیه که میشه اون امیال درونی رو به هر شکلی فروید به هیچ وجه باش موافق نبوده. این مسیری بود که ویلهلم رایش رفت و به خاطر همینم یعنی تمام کسایی که با ویلهلم رایش جدا شدن و همینم اصلا به کل قطع کرد رابطه‌شو با در آثار متأخر فروید این تمایل هست. یعنی فروید میدونید که تحت تأثیر آراء شوپنهاور بوده و نیچه. بله. در یکی از پیپرهای آخرینش راجع به مازوخیسم صحبت از لیبیدو میکنه و اراده معطوف به قدرت لیبیدو. این خودش این اصطلاح رو استفاده میکنه. اراده معطوف به قدرت لیبیدو یه چیزی از خارج از حوزه خودآگاه، انگار که لیبیدو یعنی این نیروی جنسی به شکل یک عامل قدرت داره عمل میکنه در پس پشت خودآگاهی ما. و اون ترامایی که شما گفتید و منظور از تراما رو شاید باید توضیح بدیم، یه زخم روانی هست که التیام پیدا نمی کنه. حتی موقعی هم که به سطح خودآگاه میاد به هر حال آثارش میمونه. و در یکی از آخرین کاراش فروید، همون موسا و دین یکتاپرستی که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده، اون تعبیری که داره اینه که هوادار پیروان موسا دست به پدرکشی زدن و این تراماست، این زخم هست که میمونه و در تاریخ خودش رو تکرار میکنه و حتی دانستن این هم شاید جبران نکنه این پدرکشی رو. در نتیجه یک عنصر غیر عقلانی در فروید تا انتها باقی میمونه. از جای مسئله که الان فرمودین شما، همون آزادیه که ممکنه به تعبیر بعضی آزادی بی حد و حصر رو افراطی باشه، پس به خاطر همینه که شما الان فرمودین که فروید از این عقایدش برگشت، اونا رو قبول نداشت، این آزادی بی حد و حصر رو گفتین که یکی دیگه از پیرونش هیچ وقت نداشت. هیچ وقت مدافع اینی که به وجود این نیروهای پنهان از آن داشت اصلا به معنی نبود که تایید بکنه که اینا باید بتونن. اصولا خود فروید هم خیلی زندگی متعارفی داشت دیگه. همکاران ما یه تصویری رو نشون میدن که نشون خواهد داد که چقدر زندگی فروید، زندگی خانوادگیش واقعا متعارف بوده. 6 تا بچه داشته، زنش رو دوست داشته و اگر تئوری فروید رو بپذیریم، البته پشت این تصاویر متعارف و زندگی متعارف باید چیزای نامتعارفی وجود داشته باشه، باید این سوء زن رو نسبت بهش داشته باشیم. خود فروید اما زندگیش خیلی متعارف بوده و معتقد بوده که انسان‌ها باید بتونن غرایز خودشون رو کنترل کنن و اصولاً تمدن بشری ناشی از همین کنترل بر خود دیگه. توی این تصاویری که می‌بینید که میونه نواهاش و بچه‌هاش و سر و همسرش هست، فروید عادی و متعارف رو می‌بینید. اینجا فروید، این صدای خود فروید هم روی این تصاویر خیلی قدیمی شنیدیم که در طول این فیلم البته توضیح میداد که کاری که کرده چقدر انقلاب در روانکاوی ایجاد کرده، ولی عملا توی زندگی خودش انقلاب و تحول اونچنانی ندیدیم. بله، یه بینش تراژیک اینجا هست. فروید معتقد هست که به هر حال تمدن با سرکوب این خواسته ها عملا انسان رو خوشبخت نمیکنه و اون عشقی که ما دنبالش میگردیم، اون وصل به منبع اولیه، اون زمانی که خودی وجود نداشت و همه ما بخشی از یک کلیت بودیم، هیچ وقت دوباره متحقق نمیشه. ما همیشه طول زندگی سعی میکنیم اون رو بازآفرینی کنیم ولی بهش نمیرسیم. چنین آقای کاظم‌زاده، بینش فروید به یک معنی تراژیک دیگه، این در واقع میگه که به هر حال باید سرکوب کرد چیزهایی رو اگر بخوایم به تمدن انسانی برسیم. حتی میتونیم مقایسه کنیم با عرفان آقای کاظم‌زاده. سرکوب نه، ولی به همون واژه‌ای که به کار بردیم تسعیدش کرد، پالایشش داد، چون سرکوب میتونه یه سری ناراحتی‌ها ایجاد کنه، ولی برای اینکه جامعه پذیر بشه میشه اون امیال و رانش‌ها رو چیکار کرد. و فروید در حقیقت اینو نشانه بلوغ میدونه. ولی شما گفتید همون عرفان، منظورتون چی بود؟ خب شباهت‌های زیادی وجود دارن، یعنی بین عرفان و آره، اولا موضوعشون هر دو عشق هست و رسیدن به یه جور وصل، یعنی یه جور معالجه. شاید این نقطه شروع از هر دوشون چی است؟ بین عرفان و اون روانکاوی. عرفان و روانکاوی، ببینید هر دو از یه جا شروع میکنن.
اینکه در ابتدا یک وحدتی وجود داشته بین اون چیزی که بعداً کاراکتر جدا میشه، منی میشه که جدا میفته، و بعد اون درد و زخم اولیه ناشی از همین جدایی و اشتقاق است. این توی فروید هست، توی عرفان هم هست، منتها کاملا دو مسیر متفاوت میرن. یکی اون در پهنه بالا توی عالم هپروت هست و به تعبیر فروید با نگاه فرویدی داره دائم تسعید میکنه، والایش میکنه، ریشه مادی و بدنی خودش رو انکار میکنه، ریشه جنسی در واقع. در حقیقت از دید روانکاوی عرفان یه فریب بزرگه، یه دروغیه که ما داریم هی با تکرار خودمون میگیم که ما میرسیم به اون عشق، ولی داریم هی مرتب انکارش میکنیم. یک فریب دروغ یا مکانیسمیه که بر اساس خود نظریه فروید میتونه یکی از راه‌های تسعید و والایش باشه، آقای کاظم‌زاده. و فروید تو همون آینده در حقیقت یک پندارش هم که مسئله مذهب و دین و اینا رو بررسی میکنه، معتقده که توی مراحلی و توی شرایطی بوده، ولی اینی که همیشه و تو همه شرایط نمیتونه پاسخگو باشه، و این حرفی هم که آقای کلانتری میزنن، یعنی تمایلی که توی مذهب هست دستیابی به اون وحدت اولیه است، که فروید میگه این میل به اون وحدت اولیه خاطره ناخودآگاهیه که از رابطه نوزاد با مادر به نوعی در ما درونی شده. در ما درونش. خانم اربابی، البته نمیدونم جواب سوالتون رو شما گرفتید خانم حاتمی، ولی به شما برمیگردیم اگر وقت بشه. بله، من میتونم در مورد غریزه مرگ سوال کنم یا؟ بله بله. میدونین که فروید در مورد غریزه مرگ هم خب تئوری داره، و غریزه مرگ یکی از عواملش خشونته، و همینجور خشونت هم میتونه محصول خودشیفتگی باشه بر اساس تئوری که گفته خود فروید. حالا خودشیفتگی به چه معنیه؟ به معنی اینی که به عنوان مثال اگر یکی از نزدیکان من بمیره، من اول میرم توی حالتی که خب ناراحتم و اون حالت رو باید رد کنم. وقتی اون حالت رد میشه به حالت خشم میرسم. حالا اون خشم برای چیه؟ برای اینکه من تنها شدم. پس یعنی من دارم برای خودم، یا شاید حرف از همون عشق و عاشق شدن که و جدایی برای به خاطر خودشیفته بودن منه. بعد نظر فروید این بوده که این خودشیفتگی باعث میشه که آدم خشمگین میشه و خشونت انجام بده یا هر چیز دیگه. حالا اگر این خودشیفتگی محصول خشونته، پس چطور به عنوان مثال کودکان که از نظر ژان پیاژه خیلی خودمحور و خودشیفته هستن، چطور خشونت توی کودکان مثل بزرگسالان ظاهر نمیشه؟ اصولا فروید در مورد غریزه مرگ چی میگه؟ همین باز بخوایم اصطلاح دقیق ترش رو بخوایم به کار ببریم، رانش مرگه، چون همون تفاوتی هم که آقای کلانتری اضافه کردن بین غریزه و رانش توی گفتمان فروید مهمه. تئوریای فروید در رابطه با رانش ها هم فرق میکنه، یعنی تو مراحل مختلف تئوری مختلف میده. توی در حقیقت آخرهای عمرش، سالهای آخر، دهه آخری که در مورد دو تا رانش ها رو به دو دسته تقسیم میکنه، رانش های زندگی و رانش های مرگ، و اون رانش های خودشیفتگی در حقیقت یک بخشی از اون رانش های زندگی هن که تغییر شکل پیدا میکنه. خب رانش های مرگ صحبتی که میکنه، و من باز اینجا میگم بدون اینکه فرویدی 100% باشم، این حرفش رو منطقی میبینم، کاری که میکنه میگه که خشونت یه امر که از بیرون بر اثر یادگیری اومده باشه نیست. خشونت در درون ماست، و اینو بچه‌ها، ما وقتی که با هم تو سر کله هم میزنن، وقتی کوچیکن خشمگین میشن، سری به محض اینی که سرخورده میشن و میبینیم. این جامعه است، این تربیت، این رابطه با پدر مادره که به اینها کم کم آموزش میده که بین خواستن یه چیزی و به دست آوردنش همیشه یه فاصله هست. یعنی در مقابل اون اصل لذت یه اصل واقعیتی وجود داره که اگه ما بخوایم تو اجتماع زندگی بکنیم، باید اون مسیرهای هنجار بله. پذیر رو به قول معروف پیش بگیم. سوال دیگه که من داشتم راجع به عقاید فروید در مورد زنان و فمینیسم هسته، چون میدونیم که خیلی مخالف داره عقاید فروید در بین کسانی که طرفدار حقوق زنان هستن و فمینیستا. چرا فکر میکنین که اینقدر جنجال برانگیز هسته؟ چرا فکر میکنین که
طرفدار ندارن و مشکلاتشون چی هستش؟ آیا تعریفی که فروید از تفاوت بین زن و مرد و اینکه زنها همیشه در مقابل مردها دچار احساس نقصان و کمبود میکردن تا چه حد این عقایدو میشه قبول کرد؟ میشه گفت یکی از بزرگترین شاید اشکالات تئوری فروید نظراتش در مورد زنان در حقیقت زنات یه میشه گفت به نوعی کمبودهای درونی زن رو توی اینی که نمیتونه مرد باشه میخواد با در حقیقت میخواد با این توضیح بده. در حال حاضر روانکاوای معروفی که من لااقل میشناسم دیگه هیچ کدوم به اون تئوریا فکر میکنین که این تئوریای نظری که فروید داشته در مورد زن یا هر نظر دیگه برمیگرده به زمان خودش یا واقعا ممکنه که برگرده به زمان بچگی خودش؟ یعنی حتی این انتقادم روش هست که مشاهدات یا اصولا تجارب دوران کودکی خودش رو اینقدر تعمیم داده به روانکاوی. یه کاری که فروید خیلی کرده همینی که میگین، یعنی بسیاری از تئوری هاست، بسیاری از صحبتاش بر اساس تجربیات شخصی خودش بوده و مرور اون تجربیات. از یه جهت این حرف شما میتونه درست باشه، یه جاهایی تعمیمای بی مورد باشه، از یه طرف یه شجاعت و یا جرأتی رو توی خودکاوی داشته، یعنی میتونه یک در مورد گاهی موقع یه سری مسائل احساس حسادتش خیلی از چیزهای مختلف تو روابطش با آدما و اینا میتونه با صراحت چیکار بکنه، میتونه با صراحت صحبت کنه. مورد مهمی که در این بحث باقی مونده این است که چرا فروید در ایران خوب شناخته نشده؟ حتی اونهایی که سخت مخالف فروید هستن میپذیرن که چندان اطلاعات کافی از فروید موجود نیست. چرا؟ آقای کناتری از شما شروع کنیم. فرهنگ سنتی به طور عمده فرهنگ دینی هم هست. توی فرهنگ دینی تمام اموری که مربوط به سکشوالیتی میشه به نحوی با گناه، با نجاست قرین هستن و هدف این هست که انسان با خدای خودش نزدیک بشه و در یک عالم معنوی سیر بکنه. تئوریای فروید کاملا این تصویر رو به هم می‌ریزه، بنابراین در مقابل مقاومت ایجاد میشه. به هر چقدر که فرهنگ مذهبی تر باشه، دینی تر باشه، سنتی تر باشه، این تئوری ها پذیرشش مشکل تر میشه. علاوه بر این در فرهنگ روشنفکری ما تاثیر دیدگاه های چپ و مارکسیسم عامیانه طوری بود که یه جور خصومتی از دیرباز با فرویدیسم داشتن و اون رو به عنوان یک جور انحراف، حتی خود فرویدیسم هم کاملا یادم هست نقد ادبی میخوندیم نوشته بودن نویسنده افکار انحرافی و دچار فرویدیسم منحط شده و بیمارگونه، یعنی خود فرویدیسم به عنوان بیماری روانی تلقی میشد و اینجوری به ما یاد میدادن. چنین آقای کاظم زاده یا دلایل دیگه ای هم در کار هست؟ تئوری هایی مثل تئوری فروید توی محیطی که فرد اهمیت پیدا بکنه میتونه جا پیدا بکنه. فروید از نظر جامعه شناسی شما وقتی بررسی میکنین تو چه کشورهای الان حضور داره، وجود دموکراسی خیلی مهمه، برای اینکه فروید اخلاق رو زیر علامت سوال میبره، روابط خانوادگی رو زیر علامت سوال میبره، مسائل برای مسائل جنسی گفتمان آزاد ایجاد میکنه، از افراد میخواد که بتونن در مورد مسائلشون صحبت بکنن. فقط یه نکته رو بگم، اونم اینه که من قبل از اینی که از ایران خارج بشم، چون علاقه داشتم به روانشناسی، تقریبا بیشتر کتابی که در مورد فروید در اومده بود خونده بودم. وقتی من رسیدم اینجا با این ایده اومدم که سالهاست مرگ فروید در اروپا اعلام شده و از بین رفته و خیلی تعجب کردم وقتی تو دانشگاه دیدم که هنوز دارن از این آدم صحبت میکنن. این قضیه هم در مورد روشنفکرای ایرانی صادق بود، هم در مورد فعالین سیاسی ما و هم در مورد مذهبی ها. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه رضا کاظم‌زاده، عبدی کلانتری، بهار حاتمی و گیتا اربابی. این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده. شب بر همه شما خوش.